اگه تو سند باشی یا بیرون سند، این ماشینا رو قطعاً میشناسی. بهش میگن لیفت تراک یا فورک تراک. اگه بخوایم فورک تراکش رو معنی کنیم میشه چی؟ میشه ماشین یا کامیون چنگکی یا چنگالی، به خاطر اون جلو چنگالاییه که داره و میفته زیر قطعکارمون رو بلند میکنه. حالا ما بهش میگیم لیفت تراک. این لیفت تراک ها توی یک سری شرایط خاص بی نهایت برای ما میتونه کارساز بشه و دستمون رو بگیره. 0 تا 100شو قراره توی این ویدیو بهت آموزش بده. سلام، من یاسین نجفی هستم و اینجا استودیو کمپانی. یعنی خوشحالم میکنی همین الان سابسکرایب کنی کانالو و توی کامنت ها برام بنویسی که با لیفت تراک آشنا هستی، کجا دیدی، چه تجربه ای ازش داری. یه کلمه هم شده کامنت بذار برام. من بریم شروع کنیم. بریم شروع کنیم با چی؟ با مهمترین قسمتش. از چه اجزایی تشکیل شده لیفت تراک؟ یک سری ماشینالاته که توی فضاهای بسته برای جابجایی های کوتاه خیلی میتونه مفید باشه. یعنی چی؟ یعنی مثل همین کارگاه، مثل همین کارخونه، مثل هزار تا جای دیگه‌ای که داری میبینی، میتونه جابجایی قطعات به عنوان مثال توی یه انبار بزرگ برای ما به عالی ترین شکل ممکن انجام بده. اجزای اصلی تشکیل دهندش تقریبا میشه گفت شبیه به لودرها و بیل مکانیکی هاست که ویدیوشو کامل توضیح دادم. حالا نکته مهم چیه؟ ببین، توی این ماشین استفاده شده از 2 تا جک هیدرولیک، اما موتورش دیگه الکتروموتور نیست و یک موتور دیزلی داره، اوکی؟ و میاد با گازوئیل کار میکنه. این موتور دیزلی که سوخت حرکت این لیفت تراک رو برامون تأمین میکنه، هم میتونه برای ما جکای دوبلی که جلو هم داره رم به حرکت در بیاره. صحبت جکا شد، بریم توی بحث هیدرولیکش. ما 4 تا پدال یا میشه گفت لیور داریم توی این لیفت تراک که هر کدومش برای جابجایی این جک ها استفاده میشه. سیستم های هیدرولیک ساده رو یه نگاه کوچیک بهش میندازم که بدونی فرمول یکیه. ما اینجا روغن هیدرولیک داریم، شیرهای کنترل جهت داریم و شیلنگایی که میاد این روغن رو هدایت میکنه به سمت جک های ما و جک های ما حرکت میکنه. حالا توی لیفت تراک ها میفته زیر قطعکارمون، قطعکارمون رو به عنوان مثال توی همون انبار رو در نظر بگیر شما، جابجا میکنه برامون. از اون قفسه میاریم توی این قفسه یا از این قفسه میاریم توی اون قفسه، یه بستگی به کارتون داره. حالا این لیفت تراک ها چطوری برای ما این کارو انجام میده؟ با استفاده از 4 تا لیور متفاوت. لیور یا همون شیر دستی هایی که این تو استفاده شده، توی لودرام از همون استفاده شده. وقتی که به عنوان مثال توی همین ویدیو لیور اولمون رو جابجا میکنیم، میبینیم که حرکت بالا و پایین داره و میشه گفت لیفت کارو انجام میده برامون. دسته دوم اگه نگاه کنی، با هر بار جابجاییش میاد حرکت خطی رو توی، یعنی عرض ساید به ساید رو برامون انجام میده. و دومی و سومی که میشه گفت برای زاویه دادن به این چنگک های ماه که خیلی کاربرد داره. اما اینا همه ی حرکت چنگک ها توسط 2 تا جک هیدرولیک داره انجام میشه. 2 تا جک هیدرولیکی که دقیقاً یک کورس با یک قطب و ویژگی های مشابهی هستن که میشه گفت همه ی کار لیفت تراک توسط این دوتا انجام میشه. با بالا و پایین رفتنش و حرکت جابجایش تماما توسط سیستم های هیدرولیکیه که ما به صورت تخصصی توی این پیج داریم آموزش میدیم. جابجایی که انجام میده رو خوب بهش نگاه کن، حرکت نرمی که داره. البته این یه لیفت تراک درجه یکه، شاید بشه گفت شما بی کیفیتش رو ببینید، به این دقت و خوشگلی جابجایی رو انجام نمیده. سیستم هیدرولیکش که گفتم بهتون، یه مخزن هیدرولیک داره، یه موتور دیزلی داریم که در نهایت شیلنگا میاد وصل میشه به بلوکمون. بلوکمون که روش یک سری شیرهای لیور قرار گرفته و فشار شکنی که قطعا داره و میاد میرسه به جکمون. یه سیستم هیدرولیک خیلی ساده، اما یک سری فوت کوزگری خاص داره که الان یکی دو موردش رو میخوام بهت بگم. اولین موردش اینه که نگاه کن این جابجایی دلیلش چیه که این اتفاق داره میفته. یکی دو تاش هم وسط ویدیو دیدی. اگه میخوای این اتفاقا نیفته، شما باید یک پرشر ترانسمیتری داشته باشی توی این دمو تشکیلات لیفت تراکت برای بخش سیستم هیدرولیکش. چرا؟ نگاه کن، وقتی داری چنگکو میندازه و میخواد بلند کنه، یک نیروی داره وارد میشه. مثلا میگم فشاری که توقع داره 150 باره، حالا اومده برای ما شده 300 بار توی فشار لحظه‌ای. این میاد و یک فشاری بیشتر از توقع لیفت تراک بهش وارد میشه.
اگه ما پرشر ترانسمیتری نداشته باشیم که بتونه تنظیم کنه اینا رو، چه اتفاقی میفته براش؟ آسیب میبینه سیستممون، احتمال داره شیلنگا به ترکه، جکا آسیب ببینه، حتی به خود لیفترها که اینطوری میبینی کله میکنم آسیب میرسونه. خیلی طرف ناشی باشه خودش هم ضربه مغزی میشه، درسته؟ حالا چیکار میتونیم بکنیم که درست بشه، پرشر ترانسمیتر درستی بذاریم و تنظیمات لیفتراکمون رو دقیق انجام بدیم. به چه صورت دقیق انجام بدیم؟ یعنی این که ما بدونیم چه فشاری نیازه برای جکامون و اگرم جمع نکردیم جکامون با چه قطری انتخاب شده و توان تولیدی ما برای اینکه قراره یه قطعه رو قبل از اینکه لیفتش رو انجام بدیم بدونیم که توی چه لولیه، توی چه وزن یا توناژی قرار گرفته که من بتونم طبق همون لیفتراکمو بالانس کنم. مثلا ببینم زورش به این میرسه، الکی فشار نگیرم به لیفتراکم که آسیب ببینه سیستم هیدرولیکش. باقی قطعاتش هم که دیدید لابلای ویدیو پخش شد که از موتور دیزلیش بگیر میاد میرسه به شیلنگاش و سیستم دیفرانسیلش و مکانیزم عمل کردی اون مثلثی که تشکیل دادرم خوب حواست باشه، چون بحث هیدرولیکش کار منه سعی کردم بیشتر روی اون قضیه مانور بدم. اما بخواید بحثای دیگه‌ش هم به صورت تخصصی میتونم براتون باز کنم. خوشحالم میکنی که لایک کنی این ویدیو رو و این ویدیو رو از دست ندی. دوستتون دارم. سابسکرایب کانال یوتیوب یادتون نره.